از سببهای رحمت پروردگار. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند راهی راست و میان روی را پیش بگیرید و درستکار و استوار باشید و بدانید که هیچ یک از شما به عملش نجات نمییابد. گفتند حتی شما ای رسول الله. فرمودند من نیز نجات نمییابم مگر اینکه فضل و رحمت الله فراگیرنده حالم شود. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و همه خلق به رحمت الله محتاج هستند. اگر رحمت الله را میخواهی پس سببهای آن را بگیر و به امرهایش عمل بکن و از بزرگترین آنها ایمان به الله تعالی. الله سبحانه و تعالی فرمود به درستی این گروه از بندگان من بودن که میگفتن ای پروردگار ما ایمان آوردیم پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای و تو از بهترین بخشایندگانی. سوره مؤمنون آیت 109. از سببهای رحمت الله تعالی احسان در عبادت است. یعنی الله را چنون عبادت کنی که گویا او را میبینی. پس اگر او را نمیبینی پس البته بدان که او تو را میبیند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. احسان بر خلق و رحم کردن به انسان و حیوانات. الله سبحانه و تعالی فرمود به درستی که رحمت پروردگار به نیکوکاران نزدیک است. سوره اعراف آیت 56. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنانی که رحم میکنند پروردگار رحمان به آنها رحم میکند. به اهل زمین رحم نمایید تا آنی که در آسمان است به شما رحم کند. و از سببهای رحمت الله سبحانه و تعالی این تقوا است. حدیث با روایت امام ترمذی، ابو داود و امام احمد. و از سببهای رحمت الله این تقوا است که بین خود و بین عذاب پروردگار وقایه و حمایت بگیری و آن به اجرای طاعتها و ترک محرمات به دست می آید. الله سبحانه و تعالی فرمود اطاعت الله و رسول بکنید شاید به شما رحم کرده شود. سوره آل عمران آیتی. و از آنها پیروی به قرآن و عمل به آن و گوش کردن آن است. الله سبحانه و تعالی فرمود و چون خوانده شود پس به سوی آن گوش نهید و خاموش باشید تا بر شما رحم و مهربانی کرده شود. سوره اعراف آیت 224. و از سببهای رحمت پروردگار صبر بر طاعت و صبر از معصیت و صبر به تقدیر الهی. الله سبحانه و تعالی در حق صابران چنین فرموده است به این گروه از پروردگارشان درودها و بخشایش است و آنها راه یافتگانند. سوره بقره آیت 157. و از سببهای رحمت پروردگار توبه صادقانه همراه با اصلاح شدن است. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود پروردگارتان رحمت و مهربانی را به خود لازم کرده است که هر کس از شما به نادانی کاری بد کند و بعد از آن توبه کند و نیکی کاری نماید البته الله تعالی آمرزنده و مهربان است. سوره انعام آیت 54. و از جمله آنها نفقه کردن در راه الله تعالی. الله سبحانه و تعالی فرمود و از اعرابیان کسانی هستند که به الله و به روز آخرت ایمان می آورند و آن چیزی که خرج می کنند سبب نزدیکی به الله و وسیله دعای نیک پیامبر می شمارند. آگاه باش به درستی که این برای آنها قربت است. الله آنها را در رحمت خود داخل خواهد کرد. همانا الله آمرزنده و مهربان است. سوره توبه آیت 99. پس سعی کوشش بکن تا سببهای رحمت پروردگار را بگیری و بسیار دعا بکن. الله تعالی فرمود و بگو ای پروردگار من بی آمرز و ببخشای و تو بهترین بخشایندگانی. سوره مؤمنون آیت 118.